بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علن عداهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و همراهان برنامه سرزمین عشق. امیدوارم یک بار دیگه آماده باشید تا در قالب برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما باشیم و از این مکان مقدس که کنار ذریح مطهر و نورانی ناصرالحسین آقا حر ابن یزید ریاحی است انشاءالله برنامه ما رو دنبال بکنید. امشب هم با افتخار در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالحسن فراتی هستیم که از اساتید حوزه علمیه کربلای معلا حسن. اجازه بفرمایید از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و احترام داشته باشم. آقای فرادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیر مقدم میگم برنامه خیر خوش اومدید. خوش خواهشم شما رو دیدیم تو برنامه سرزمین عشق. خدا هستن کلا ان شاء الله. در کنار حرم مطهر آقا حر ابن یزید ریاحی هستیم و افتخاری است که از این مکان مقدس برنامه رو تقدیم حضور بینندگان می‌کنیم. اگر مایل هستید سلام و احوالپرسی هم با بینندگان داشته باشید تا ان شاء الله وارد بحث بشیم. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصل اللهم على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليك يا حر بن يزيد الرياحي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح والمطيع لله ورسوله وللحسن والحسين ولأمير المؤمنين فاطمة الزهراء عليهم السلام ورحمة الله و برکات. حسنتم اجازه فرمایید سلامی هم داشته باشیم خدمت آقا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا امام حسینی که سرور و سالار شهیدان هستند و افرادی همچون حر افتخار دارند که در رکاب حضرتش جان خودشون رو فدا کردند. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسين. خب بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، بعد از عرض سلام و ادب خدمت آقای امام حسین علیه السلام و یار با وفایشون حضرت حر ابن یزید ریاحی که در محضر مرقد مطهر و نورانی ایشون هستیم، ابتدا از خدای عزوجل می‌خوایم که به ما توفیق بده تا آنچه در این برنامه و امشب تقدیم حضور شما می‌کنیم ابتدا مورد رضای حضرت باری تعالی قرار بگیره و انشاءالله ذخیره شب اول قبل قیامت همه ما باشه. بحثی که میخوایم شروع بکنیم ارتباط داره به موضوع هجرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه و به صورت اخص در این موضوع هجرت میخوایم انشاءالله تمرکز بکنیم روی شخصیت ارزشمند بانوی دو جهان
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، موضوعی که شاید پیش از این کمتر به اون پرداخته شده باشه. بنابراین اگر مایل هستید که بدونید حضرت زهرا سلام الله علیها در بحث هجرت از مکه به مدینه چه بر حضرتشون گذشت و با چه چالش های روبرو شدن، حتما بیننده این برنامه تا به انتها باشید. حاجی فراتی، قبل از اینکه وارد بحث هجرت حضرت زهرا سلام الله علیها بشیم، اصلا فلسفه هجرت در اسلام چیه؟ چرا در اسلام مثلا مورد تأیید هست هجرت، خیلی مورد تأیید نیست، و اگر هست این فلسفهش چیه؟ به چه دلیل باید این کار اتفاق بیفته؟ در خدمتتون هست. احسنتم. در واقع قرآن کریم اگر رجوع کنیم به آیات مبارکش، خیلی آیاتی صریح و روشن که تأکید میکنه بر هجرت. و یکی از خصلت‌های انسان‌های مؤمن متقی، مجاهد، مقاوم، اهل نهضت و تحول در فرهنگ جامعه ها باید مهاجر باشن. درست. حتی گفتن که هیچ نهضتی، هیچ انقلابی، هیچ تحولی، هیچ رویکردی در هر جامعه اگر هجرت نباشه پیروزی نیست. به چه معنا؟ به معنای اینکه آیا رهبران، متفکران، افراد که پرچم تحول را در دست میگیرن حاضرن هجرت کنن تا اصلاح بشه یا نه؟ مثال میذاریم. بله. همه انبیا به خصوص انبیا للعزم هجرت کردن. بله. اصلا اول العزم نشدن تو هجرت کردن، مگر بعد از هجرتش. از حضرت موسی شد اول العزم؟ بله. هجرت کرد. حضرت ابراهیم، حضرت پیامبر، حضرت نوح، حضرت نوح، اینا همه مهاجر بودن. پس مقام انسان ها، مقام انبیا بر انبیای دیگر بیشتر میشه اگر مهاجر باشن. بر چه اساس؟ فلسفه چیه؟ ممکنه شما سوال کنید. بله. بینندگان بپرسن چه ارتباطی انسان تحولاتی ایجاد کنه به شرط هجرت؟ مقام انسان با هجرت داره. بله. اولا کندن خود، روح خود، نفسانیت خود، جسم خود، تن خود از اون زمینی که انسان متعلق بهش هست برای خدا در راه ایمان. بله. این شرط موفقیت. خداوند باید امتحان کنه شما حاضرید برای من، به خاطر من هجرت کنین یا نه. اما شما پیشم فرزندت، خواهرت، مادرت هستی، شعرهای تغییر و اصلاحات و فلان میدید، همه میدونن اینجوری. حاضرت بکنید از مزرعت. بله. از اموالت، از خانت، کاشانت، به خاطر دین و ارزش‌هاش، اهداف هر چی باشه. بله. بعضی مردم هجرت میکنن به خاطر علم. بله. طلب علم عالی هستش. برعکس حدیث داریم از حضرت علی علیه السلام، وجدت العلم فی الغربة والجوع والناس يطلبونه في الوطن والشبع فلا يجدوا. فلا يجدوا. اجل. افرادی در تاریخ حتی اسلام. بله. هی مهاجرت میکنن در طلب علم و در گرسنگی هستن در طلب علم، این خیلی بالا مقام هستن. روحانیون حوزه هایی که طلابی که این خونش، این درس حوزهش، این بیشتر زیاد موفق نمیشن. باید هجرت میکنن از شهر به شهر، کشور به کشور دیگه موفق میشن. هجرت برای طلب علم، هجرت برای کسب و کار زندگی، هجرت برای ازدواج و الاخره. بس عالی ترین هجرت هجرت برای خداست. درست. حضرت حسین علیه السلام هجرت کرد از مکه، از مدینه به مکه، به کربلا. شد حسین. یا حسین. یا ابا عبدالله. پس همه انبیا هجرت کردن. پس این فلسفه داره. امتحان بزرگ. حتی خیلی از جنبش های امروز رهبرانشون نه موفق نشدن، چون که موندن بیترسن، میترسه از
که جای خودشون رو عوض بکنن. عوض میشه. نمیتونه واقعا. پس این یه فلسفه داره. غیر از این آیه دکتر هیچ وقت نمیبینی آیات هجرت الا بغلش آیات جهاد. درست. الذين جاهدوا هاجروا. چرا؟ این سؤالی هست. ای خدا متعال چرا ارتباط چه ارتباط بین هجرت بین و جهاد هست؟ بله. چرا گمار دید این بحث هجرت با جهاد؟ جهاد دوم شده. جهاد جهاده. چرا هجرت؟ به طور که نمیتون پیدا کرد هیچ آیه الا جهاد باش هجرت. این بحث دیگه است. بس جهاد و رسیدن به اهداف جهاد پیامبر بدون مهاجرت بی توفیق موفق نمیشه. پس این فلسفه هجرت باید بیاریم. بله روایت داریم المهاجر من هجر السیئات. سیئات رو یکی از سیئات هجرت از چی؟ از حاکم زور، حاکم فاسد. بله. حضرت موسی هجرت کرد علی نبینا بالای از ظلم فرعون. فرعون بعد موفق شد، رفت ازدواج کرد، دختر شعیب رو گرفت فلان، بعد برگشت. بله. یکی از اسباب ناموفقی رهبران دینی و غیر دینی در عدم اصلاح جوامع هجرت نمی کنن. عدم هجرتش. یعنی شعار میدن نمیتونن. وقتی هجرت معلوم میشه. وقتی میری شما جای دیگه پایبند میمونی به اهداف خودت. از کاشانه از زندگیت بکنی بعد برمیگردی پیروز میشی، این شما موفق هستید. این فلسفه هجرت و رجوع کنیم به بحث تعبیر بسیار زیباییست. بله. هجرت پیامبر از زهرا به بله طبعا همین تعبیر بسیار زیبایی رو از هجرت شما ارائه دادید که نکته ظریفی رو اشاره کرد که تمامی پیامبران اولوالعزم به نوعی هجرت فیزیکی هم حتی حالا نه فقط هجرت معنوی از سیاد، هجرت فیزیکی اصلا داشتن. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. و این نکته بسیار بسیار زیبایی هست که اشاره فرمود. بسیار ممنونم. راجع به خود حضرت زهرا سلام الله علیها، چرا باید ایشون هجرت بکنن؟ ایشون که دختری بودن حالا 5 ساله یا 6 ساله بنا به نقل‌های مختلف بعد از وفات مادر گرانقدرشون، چرا باید ایشون از مکه به مدینه هجرت بکنن؟ نیاز بود؟ آیا میتونستن در مکه بمانند؟ چون بالاخره دشمنان دنبال آقا رسول الله بودند و مسلمانان رو میخواستن از بین ببرند. یعنی به خاطر اینکه فقط کودک بودند باید از مکه به مدینه هجرت میکردن، یا اینکه دلایل دیگه ای داشت هجرت حضرت زهرا سلام الله علیها از مکه به مدینه؟ هجرت خانم ها کودکان از مکه به مدینه یکی از دلایل واقعا بزدلی بودن و انحرافات اخلاقی و کرداری قریش بود. دشمنان بود. یه کار کردن که واقعا دیگه راهی نیست. 3 سال محاصره. بله. اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هر چی شما نام بدارید گذاشتن روی پیامبر و ابو طالب. بله. از ابو طالب و از خدیجه سلام الله علیه. این چیزها از زهرا میبینه. 7-8 سالش بوده نگاه میکنه. بله. گرسنگی، بیماری، لرز. شیخ ابو طالب یه دره بود اطراف مکه است. بله. معروف بشه ابو طالب، ابو طالب جمعه دو هوای سرد میمونه اینجا بدون غذا، بدون دوا صبر کردن. بعد وقتی دید پیامبر دختر زهرا سلام الله علیها و اینه، حضرت خدیجه فوت کرد. بله. ابو طالب فوت کرد. بله سلام الله. اینجا دیگه منتظره چی بود؟ راه حل الهی. خداوند یک راه حلی شون داد بهش. معنیش اینه که درس میگیریم که انسان مؤمن وقتی راهش درسته با صبر و ثبات و مقاومت میتونه به هدفش برسه. انسانهای غیر صبور در 3 روز تسلیم میشن. بله. آقا جو ما توی میمونیم اینجا در محاصره هستیم، زود میان پایین با دشمنان آشتی میکنن. افراد الهی موفق، من راهم درسته. بله. من جنایت نکردم، کار بد نکردم، من فقط مردم میشه. دعوت کردم به خدا و اله و آخرت. تسلیم هم نمیشه. چرا ما رو محاصره میکنن؟ اگر اهل گفتگو هستم ما هستیم، اگر اهل معاشرت هستم ما هستیم، چون که اشنی اعتقاد دارم باید چی؟
محاصر بشید. بس من حقم، اون باطله. چون که اون قویه هستش، من ضعیفم، با تسلیم بشم. نظر خودش رو بر من تحمیل بکنه. احساسی نیست. پس پیامبر دیگه راه حلش تموم شد. ای خدا، من راه حل ندارم من. اینجا روزنه مهاجرت شروع شد. اتفاقا یه دعوای شده بود تو مدینه منوره، ما دو قوم بین دو قبیله، قبیله اوس و خزرج. اوس و خزرج، بله. و هر دو رجوع میکنن به یه خانم هستن، قیله. حتی حضرت زهرا تو خطبه فدکیه اشاره میکنه به انصار، یا ابن قیله. قیله مادر بزرگ اوس و خزرج، دو تا برادر هستن. بله، شد اوس و خزرج، دو تا قبیله. مادرش اسمش قیله. قیله چی میگه زهرا؟ یا ابن قیله، لماذا شما با حضرت علی پیمان نبستی، شکست عهد را؟ این ابن قیله، این ابن قیله، فرزندان قیله، خانم قیله دعوا کردن من خودشون، درگیری و خون و فلان دیگه، تو خسته شدن. شنیدن یک کسی ادعا میکنه پیامبری رو، یکیش گفت آقا جون ببین میشه این آقا چی میگه، شاید راه حل برام حل بکنه. یه عاشقی بدون اینکه بفهمن از راه کوها به پیامبر ملاقات کردن در شب عبتان، که آقا جون ما مشکل داریم، ای کاش تو تشریف بیایید، ما شنیدیم شما محاصره هستید، آقایون ظاهرا با شما آشتی ندارن، بیا مدینه باز تشریف بیارید اینجا، ما مشکل داریم، شما حلش کنید. حلش کنید مشکل. این راه حل الهی شروع شد. باز. از اونجا دیگه شد مهاجرت. پیامبر رفت و بعد آقایون رفتن. کی موند؟ آقا میرم موند خانم ها رو. بله. حضرت علی موند با خانم ها، تشبه ابی طالب با بعضی آقایون. وقتی پیامبر گرامی رسید به مدینه، نامه نوشت به حضرت علی، فاطمیون را با خودت بیار. بیار. فاطمیون کی بودن؟ فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیه، و فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی، و فاطمه بنت عبد المطلب که دختر عموش میشه بح. ابو طالب دختر عموی پیامبر میشه، این دو فاطمه بودن. هر سه فاطمه هستن. هر سه فاطمه بود. فاطمه هستن. که حضرت علی وقتی پیامش رسید از حضرت پیامبر که من رسیدم به سلامتی اینجا مدینه، تشریف بیار اینجا مدینه منوره، این را رهبری را گرفت و فاطمه را رهبری کرد به طرف مدینه منوره. آقایون که بزدل هستن، که دعای عرب، عربیت هستن، که همیشه باید عرب به زر حمله نمی کنه، بله، توهین نمی کنه، در گریش با مرده، وقتی فهمیدن اینجوری خیلی ناراحت بودن، چجور پیامبر گرام عبور کرد به مدینه، داره فاش میشیم، ترسیدن نکنه چی دنیا بفهمه، اقوام بفهمن که چی، کم کم این داره چی مشهور میشه پیامبر. دستو دادم که ظاهرن حضرت علی با فاطمه دارم حمله کنیم میشه. آچه بله، با شمشیر مرد این آقایون حمله کردن و حضرت علی فنا بوده در مقابل چندین نفر، چندین مسلح بودن، مجهز بودن. حضرت علی با این قدرت شجاعتش، با قوه الهیش، مدد غیبی الهیش، نبور آنها ایساد، با چند ضربه همه فرار کردن و تونست این فاطمیات را به طرف مدینه منوره سالم برسونه. و این واقعا یکی از این حادثه، شبیه حادثه دیت المبیت واقعا، بله، خیلی فداکاری خیلی عالیه بزرگ حضرت علی نشون داد. همه این خانم ها دیدن، یکیشون هم حضرت زهرا سلام که بچه 8 ساله بوده. بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. پس به خاطر پستی و دناعت مشرکین قریش، کودکی
به سن و سال حضرت زهرا سلام الله علیها هم مجبور میشن حمله میکردن. بله. چون حمله میکنن بهشون، مجبور میشن که از مکه به مدینه هجرت بکنن و آنچه اتفاق میفته در مسیر، حمله و جسارت این افراد به آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و فاطمیات هست. در نهایت امر به سلامت به مدینه میرسند و با آقا رسول الله صلی الله علیه ملحق میشن. خیلی ممنون، متشکرم. تا به اینجا ما تقریبا نیمی از برنامه رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بفرمایید به همراه شما و بینندگان میان برنامه مختصری رو با هم ببینیم و بعد ان شاءالله ادامه بحث در خدمتتون باشیم. بینندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میان برنامه رو با هم ببینیم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، با ادامه برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم با موضوعی که ارتباط داره به هجرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه، ولی این بار با محوریت آنچه بر حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد. حاجی فراتی، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون سن کمی که داشتن به همراه آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و مابقی فاطمیات، همونطور که فرمودید فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت ابو طالب، به سمت مدینه حرکت کردند و در مسیر هم متاسفانه با حمله مشرکان روبرو شدند که آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام اون رو رد کرد. بعد از اینکه به مدینه میرسند، آیا شرایط همه چیز مهیاست یا اینکه نه اونجا هم با چالش‌ها و سختی‌های روبرو میشن؟ و اگر بوده از تاریخ بیان بفرمایید ممنون میشم. خیلی ممنون. بیشتر چالش‌های حضرت زهرا و مدینه منوره چالش‌های روحی. یک دختر 8 ساله، تصور کن شما، بدون مادر، چون فوت شدن در شهر، بدون ابو طالب، فقط پدر و یک زمین، سرزمین جدید. درست. دختر یتیم بدون مادر، تنهاست و مواجه یک چیز جدیدی هست به نام پیامبر گرامی با زنهای ازدواج کرد. نه. و متاسفانه دکتر که همسران پیامبر به جای اینکه دلدار حضرت زهرا باشن، نه، و این فاقد المادر، فاقد الام هستن و مادری دوم برشون میشن، نه، حرفهای، کلماتی، اشاراتی نادرست به حضرت زهرا نشون میگرفتن. یعنی به این ترتیب بود که حضرت زهرا رو با صحبتهای خودشون ناراحت میکردند و نیش کنایه میزدند. به خصوص آقای دکتر، حضرت پیامبر گرامی هیچ وقت ساکت نمیشد در دفاع از حضرت خدیجه سلام الله علیه، ام المؤمنین خدیجه. هی ذکرش، اسمش، اخلاقش داخل خونه. بله. بعضی خانم های حضرت پیامبر، زوجات النبی، ناراحت میشدن. بله. معلوم اخیشون گفت که لقد ابدلک الله بخیر منها، که خودشون رو مد نظر داشتن. عایشه بنت ابوبکر گفت به پیامبر گرامی، چرا هی به این یاد پیرزن، تعبیر پیرزن، حتی این کلمه جسارت بکنه، پیرزن هی
یاد میکنید و مدح میکنید و ستایش میکنید. لقد ابدلك الله بخير منها، یعنی خداوند بهتر از اون رو به تو داد. خداوند بهتر از اون، یعنی بهتر از خدیجه رو به تو داد. در جواب چی داد؟ لا والله ما ابدل الله بخير منها. خوش مو تصور کنید عایشه بنت ابو بکر وقتی میشنوه پیامبر گرامی میگه لا والله هیچگاه کسی جای اون نمیگیره. بعضی افراد زوجات النبی چکار میکنن؟ اذیت میکنن به حضرت زهرا. واقعا این مشکل هست ما بین خانواده های ما شاید باشه، خدا نکنه. و ما دیدیم زوجات النبی رفتارشون به زهرا خیلی ناراحت کننده است. شما حساب کنید، شما از 8 سالگی تا ازدواج میکنه، این چی دردهایی میکشه، چه تهمت هایی میشنوه. خب یکیشون خب ما دیدیم دیگه، حدیث الافک. بله، این نمونه ای از نمونه های بعد از زوجات النبی تهمت میکنه به شریکان زندگی خودشون و پیامبر گرامی، که تهمت میکنه وقتی ابراهیم خدا بهش داد از طرف ماریه، گفت انه لا یشبهک، و این توهین خیلی بزرگی به حضرت پیامبر. لا یشبهک بهش عرب، یعنی که این بچه تو نیست. الله، بچه تو نیست. جسارت که پیامبر که میشه معروف به ملایمت و رحمت خشمگین شد. بله، پناه بخواد. خب و گفت ای حضرت علی، این اشاره بود که چی؟ گفت و کیف لا یشبهنی، اشاره کرد که این علاقه داره، سلام علیک داره با یکی از کشیشان مدینه به. فلانی خیلی نه شد، چون که ماریه هدیه شده از ملک القبط بوده. به. وقتی پیامبر گرامی دعوت پیام اسلام را داد به ملک القبط، این شخصی محترم بوده، مؤدب بوده، پیام را خوند، به پاس احترام یک از کنیزانش را داد به هدیه. بله، و رسید به مدینه منوره و حضرت باشون ازدواج کردن. و از روز اول وقتی این وارش شد، این زوجات النبیش حمله کردن تا مجبور شد پیامبر گرامی خانش را دور کن از خانش، از خانه یه پاس از را باید را بره تا برسه به خانه ماریه. ماریه بعد این وقتی ابراهیم بهش داد از ماریه، اینجا با اولشون تهمت زدن. و داستانی هست که رب حضرت علی با شمشیرش گفت کی بود این؟ دید آقا این قادر نیست زاد و ولد کنه، این قصیص از ترسی واقعا به. وقتی دید نگاه تحقیق کرد که این اصلا امکان ازدواج نداره اصلا. به همین دلیل حدیث الافک اینجاست. بعضی آقایون متاسفان مؤرخین مردم موضوع عوض کردن. افک یعنی کذب مبطن، مخفی، رو نیست، مبطن، یعنی فلان پیامبر لاش باهک. یعنی چی؟ اشاره میکنه به چیز دیگه. خب آقایون گفتن نه، این حضرت پیامبر را توهین میکنن به این کچی که خانمش عایشه اتهام میزنه میکنن. این ماریه. آها، مورخین اهل سنت چی میگن؟ اهل سنت. بله بله بله، که عایشه را هدف قرار دادن. هدف قرار این نیست، موضوع اینجا نیست. بله، که عایشه ماریه را هدف قرار گرفته. خب واقعا ماری خیلی وحشته بود. این یک نمونه از نمونه های رفتار زوجات النبی بین خودشون. درست. چه رسد به دختر حضرت خدیجه که همیشه دعا میکنن ما بهتر از خدیجه هستیم. این چالش های ناراحت کننده های حضرت زهرا بود. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از مهاجرت و دور شدن از شهر و دیار خودشون و تحمل تمامی سختی ها، این بار در مدینه در شرایطی قرار میگیرند که جدای از اینکه مردم مدینه غریبه هستند، همسرانی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله حالا به دلایل سیاسی یا
دلالی که بالاخره ذکر شده در تاریخ باشون ازدواج میکنه، ارتباط نامناسبی و رفتار زشت و ناپسندی با حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میکنن که باعث میشه خاطر این بانوی معظمه رو مکدر بکنه. بسیار عالی، ممنون، خیلی ممنون و متشکرم. ما تقریبا 10-12 دقیقه هنوز تا پایان برنامه فرصت داریم. من دوست دارم راجع به جنگ هایی که یا غزواتی که در زمان حضور آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه منوره که به وجود خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله منور میشه، چون مدینه تا اونجا یثرب بود، بعدها مدینه النبی نام میگیره و بعدها مدینه النبی دیگه طیبه میشه. بله بله طیبه هم بله. بله میشه مدینه که هم مدینه منوره که الان بالاخره ما میشناسیم. بالاخره جنگ هایی در میگیره، غزوه هایی در میگیره بین آقا رسول الله صلی الله علیه و مشرکانی که چه در اون اطراف بودن چه از مکه گاهن حمله میکردن به سمت مسلمانان. عکس العمل حضرت زهرا سلام الله علیها و رفتار و برخورد حضرت با این شرایط جنگ و عدم امنیت به چه صورت بود و چگونه با این شرایط کنار می اومدن؟ حضرت زهرا سلام الله علیهایی که مطمئنن در اون زمان خب بسیار جوان بودند، یعنی حضرت در 18 سالگی از دنیا رفتن و شهیده شدند. این بانوی مکرمه چه عکس العملی نشون میده در یک چنین شرطه، بلخص در جنگ های بدر و احد در خدمت است؟ همین که قبلا گفتیم آیه دکتر عزیز، که وقتی هجرت کرده مسلمان ها به مدینه منوره خیلی ترسیدن قریش، درست، قضیه داره جهانی میشه، بله، بین المللی میشه، داره معروف میشه پیامبر، یه نفر یتیم و فلان مدعی نبوت الان داره مشهور میشه و رفت مدینه منوره. به همین دلیل و شروع کردن به هجوم به خانه های مسلمان ها در مکه با تحقیر و دزدی و تخریب و اموالشون و تبعید بعضی ها، بل، نعم، کشتن بعضی ها مسلمان. وقتی خبر به مدینه رسید خیلی پیامبر ناراحت شد، مسلمان ها خیلی ناراحت شدن، گفتن باید مقابل این توهین و جسارت، توهین و با این حمله و با این تجاوز ابو سفیان و مشرکین باید ایستاد. و به فکر وقت خبر رسید که واقعا ابو سفیان داره به مکه برمیگرده با قافله تجارت در منطقه بعد ملاقات کردن و این جنگ معروف بعد شروع شد و به حمد الله پیروز شدن با این سختی. ولی مشکل اساسی تو جنگ احد که خیلی ناراحت حرکت قلب و آزار داد عدد زهرا رو سلام الله علیه، سلام الله علیه. اون چی بود؟ که وقتی اول پیروز شدن مسلمان، بله، ها، ولی عدم اطاعت برخی از پیامهای پیامبر در بودن در کوه احد، خب به عنوان به انگیزه غنایم و دنیا طلبی و فلان، بله، اومدن و پیروزی را به شکست منتقل شد. تو این جنگ حضرت حمزه شهید شد، حمزه سید الشهدا، و با آن حال هند جگرخوار کارهای فعل را انجام داد با حضرت حمزه. و تو این جنگ حتی اومد ابو سفیان داد میزنه، الله، داد میزنه لقد مات محمد، الله، همون لحظه پیام رسید به مدینه، احد نزدیک مدینه است مسافتی، که ای مردم میگن پیامبر رفت از دنیا، از دنیا رفت، هی داد میزد برای شکست روحی مسلمان هاست، پیچید ما بین خانم هاست، از جمله حضرت زهرا سلام الله علیه، بعد فاطمیات و صفیه. صفیه وقت فهمین قضیه، عمه پیامبر بوده و خانم بزرگی بوده، زود رفتم طرف احد با حضرت زهرا دنبال پیامبر کجاست. شما حس کنید شما این حال و هوای حضرت زهرا چی بوده؟ سلام الله علیها، بله، دیگه مادر نداره، پدر رو هم شایعه شده، شایعه شده از دنیا رفته، نیش زوجات نبی، خب بعد خبر میرسه که همه جا پیچیده، پیامبر فوت شهید شده، بله، هی دنبال پیامبر میگردن،
کجاست؟ دنبال دیدر حمزه سید شدا با این حال، حضرت علی با اون حال. وقتی دید حضرت زهرا یعنی پیامبر واقعا متحول شد با. که چهرهش خونا بود، یعنی یه شمشیری به چهرهش خورده بود، بعد سرش از سرش هم خون یعنی سرازیر میشد. اومد صفیه و حضرت زهرا اون شیر پاسمون میکردن و تداوی میکردن. ان اولین طبابت را از زهرا تو جنگ احد انجام داد و واقعا این خیلی آزار کننده بود حضرت زهرا، که واقعا چجوری تونستن این مجرمان با این افعال خودشون، اولا دروغ گفتن حتی پیامبر مرده، بعد خواستن این جنگ را نهایی کنن و نتونستن به امر الهی، با کشتن آقا رسول الله میخواستن خاتمه بدن. بخصوص متاسفانه بعضی اصحاب مقاوم نبودن، بله فرار کردن، بعضی فرار کردن، بله آقای دکتر فرار کردن. خب و این واقعا پیامبر شما براشون بله وای میشه. خب سوال اینجاست حضرت علی وای میشه، همچون پروانه شما بزرگان قریش هستید، حتی وقتی آقا برگشت گفت لقد ذهبت بها بعیده، تو بحر احمر رسید. بله بعد سه روز برگشت مدینه، تو بحر احمر خیلی مسافت کرد. تو کجا فرار کرده بودی؟ تو بحر احمر رسید. وقتی برگشت بعد چند روزی لقد ذهبت بها بعیده، تو بخواه فرار کنی یکم که از کوه بالا رفت و بله احسن. و بعضی حاصل اصلا تسلیم بت و بت پرستی بشن واقعا. وقتی ندید خداوند متعال به مردمش، به مردم مسلمان اهل مدینه قوت داد و دوباره شروع کردن، فهمیدن خطاشون کجا بوده، قضیه متحول شده. پس حضرت زهرا واقعا تو جنگ احد نشون داد محب و عاشق حضرت پیامبر بوده و مواظب آینده اسلام و آینده دین چی بوده و 8 ساله بوده. الله. بس این واقعا پیامی برای خانم‌های ماست. آیا ما میتونیم دختران ماست با سن 8 سالگی 9 سالگی بعض اعتراض میکنه دکتر چجوری واقعا حضرت علی با حضرت فاطمه تو 9 سالگی زواج میکنه مثلا؟ چجوری قد در زمان قبل در اسلام بچه 9 ساله است و این بچه است؟ این ظلم به بچه است، دختر بچه است که با مردی ازدواج میکنه. میشاش اینه 8 ساله است مقاوم، 8 ساله است تو جنگ احد وارد میشه، طبابت میکنه، تربیت آن زمان تجربه متاسفانه با آن زمان فرق میکنه. زن و مرد زود به همین دلیل اسلام واقعا تشویق میکنه به ازدواج مبکر، ازدواج زودرس. اصلا که زودرس نمیشه دیگه، اون ازدواج میشه که شرعی هست، ولی با توجه به شرایطی که مطمئنا اون کودت در زمانی که شما فرمودید هم بلوغ فکریشون سریعت اتفاق میفتاد، با تمامی این سختی هایی که از زهرا سلام الله علیها دیدن و با اون تربیتی که در خانه آقا رسول الله و حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن، مطمئنا از لحاظ ذهنی و فکری هم به بلوغ کاملی رسیده بودن. بله. هرچند ما معتقدیم که که اهل بیت اصل و طهارت اینها نیاز به گذر زمان ندارن تا به بلوغ برسن، یعنی در هم از همون ابتدا از لحاظ فکری و عقلی کامل و بالغ هستن. خب بالاخره این اعتقاد شیعیان هستش. بله واقعا این فرهنگ اسلام که واقعا نگذاریم دخترانمان تا 30 ساله نه متاسفانه فرهنگ غرب میگه نه شما درس بخونید بزرگ بشید روابط آنچونی داشته باشید بعد فکر ازدواج داشته باشید. خب که حرام در حلام است. بله و متاسفانه دارن جرائم میکنه متاسفانه و دستهای مخفی دارن نفوذ میکنن در تغییر فرهنگ مردم ماست. باید اونجا واقعا مواظب باشیم و این فرهنگ اصیل را دوباره احیا کنیم. منظورم کلمه زودرس است، چون که پیامبر گرامی گفته چی؟ الزواج المبکر. زودرس نه که نابجا، بجاش، بجاش آن زمان که یک دختر در 9 سالگی کامل، هم از نظر جسمانی به. هم از نظر تفکر و بلوغ و رشد و عقلی، همچنین پسر، به همین دلیل واقعا باید ازدواج کنن و بتونن تشکیل خانواده انجام بدن و خداوند متعال هم
توفیق بده. پیامبر و حضرت زهرا هم تو این تقریبا 9 سالگی ازدواج کرد در روایت مشهور. احسان بسیار ممنون. خیلی متشکرم از بیانات ارزشمند شما. ما تقریبا وقت برنامه رو به پایان هست، غیر از 3-4 دقیقه‌ای که داریم و درخواست می‌کنم از سوالی که خلاصه‌ای و جمع‌بندی از آنچه امشب بیان کردیم رو هم برای ما و بینندگان عزیز ارائه کنید تا انشالله دفتر برنامه امشب رو هم ببندیم. خواهش می‌کنم. در واقع امروز به حمد الله تعالی و از فیوزات این مکان مبارک و مقدس اشاره کردیم به مقاومت و ثبات افرادی امثال خدیجه سلام الله علیها و حضرت زهرا و ابو طالب در شعب ابو طالب، و بیان کردیم که واقعا این قریشیان مشرکان قد گستاخ بزدل نامرد هستن که 3 سال مردم بیگناه را، مدعیان عبادت خدا را فقط محاصره کنند، محاصره اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، از حتی از بهداشتی. و همچنین وقتی قرار بود که توفیق شد که پیامبر گرامی هجرت کنه به طرف مدینه منوره، و بعد از دعوای ما بین اوس و خزرج با جنگ که شده، افراد اومدن پیش پیامبر گرامی که ما شنیدیم شما مدعی نبوت هستید، نبوت شما آیا مشکلات ما را حل میکنه یا نه؟ ما اوس و خزرج هستیم و هر دو منتهی به یک مادر میشه مثل قیله. پیامبر قبول کرد و رفت مشکلش مدینه الحمد لله تعالی، و پیام داد به حضرت علی که فاطمیات را بیارن، از جمله حضرت زهرا و مادرش و مادر حضرت علی فاطمه بنت اسد، بین فاطمی بوده و بردن به سلامتی تو راه، هم در مقابل هجوم و حمله مشرکان حضرت علی از فاطمیات دفاع کرد و تونست. چالش های تو جنگ احد بوده، چالش هایی در داخل خانه پیامبر از زوجات النبی آزار میدادن متاسفانه حضرت زهرا را، به جای اینکه دلداری بدن این یتیم الام بوده، متاسفانه با کلمات نادرست ناشایست حمله کردم. و پیام ما واقعا ما باید استفاده کنیم از این اخلاق عالی متعالی حضرت زهرا، ارتباطش با مادرش و اخلاقش و ارتباطش با پدرش در طبابت در جنگ احد، بچه های ما چنین ارتباط چنین تربیت کنیم احسنت. خیلی ممنون و متشکرم. حاجای افراطی بسیار بسیار استفاده کردیم، تأکیدی و تعبیر بسیار زیبایی هم در باب فلسفه هجرت در ابتدای برنامه داشتیم که بسیار نکته پر اهمیت و مهمی بود که جا داره اشاره بکنیم و تشکر بکنیم از سوال به خاطر تمام مطالبی که بیان فرمودید. اگر اجازه بفرمایید چون وقت برنامه به پایان رسید، بنده از شما خداحافظی بکنم و انشاءالله ادامه این بحث با موضوعات دیگر رو انشاءالله در شب‌های دیگه در خدمتتون باشیم. متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرانقدر، یک بار دیگه به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق می‌رسیم. امیدواریم که خدای عزوجل به ما توفیق بده تا همواره در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. تا اداره بعد شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.